اعتصاب رانندگان کامیون برای چهارمین روز متوالی. پیوستن رانندگان مینیبوس در شیراز و یزد به رانندگان اعتصاب کننده. زهروند. خروج آقای ترامپ از برجام در واقع میشه گفت ماشین دیپلماسی اروپایی را کار انداخت. با سلام خدمت شما بینندگان گرامی، توجهتون رو به خبرهای این ساعت در یک نگاه جلب میکنم. امروز جمعه اعتصاب سراسری رانندگان کامیون در شهرهای مختلف کشور وارد چهارمین روز خود شد. چهارمین روز اعتصاب رانندگان عزیز شهرستان کنگاور استان کرمانشاه رو میبینید. شما هم به این کمپین بپیوندید. 4397 کامیونداران شهرستان باغول رانندگان مینیبوس در شیراز و یزد به اعتصاب سراسری رانندگان کامیون پیوستند. رانندگان مینیبوس نیز در اعتراض به گرانی لوازم یدکی دست به اعتصاب زدند. اعتصاب مینیبوس در شیراز به علت گرانی وسایل یدکی. آها. و آخر خیابان همینجوری هست. تا روز گذشته 168 شهر از 29 استان کشور شاهد اعتصاب سراسری رانندگان بود. ابوالفضل زهروند، سفیر سابق رژیم آخوندی در ایتالیا، شب گذشته در مصاحبه با شبکه 2 تلویزیون رژیم وحشت و سراسیمگی نظام را نسبت به خروج آمریکا از برجام نشان داد و گفت: خروج آقای ترامپ از برجام در واقع میشه گفت ماشین دیپلماسی اروپایی را کار انداخت. از اون بدتر موقفی بود یا موضعی بود که آقای پومپئو گرفت، کاملا منهدم کرد. یعنی با این موازی که گرفته اصلا از سمت امریکایی ها اینها زمینه ای رو برای مانور نمیبینن. با هنر نایب رئیس سابق مجلس ارتجاء با سوز و گداز و وحشت زدگی گفت: فعلا هیئت حاکمه آمریکا تحلیل هایشان را از زبان مجاهدین می گیرند. و افزود: امروز سیاست های آمریکا و استراتژیش بر مبنای تغییر رفتار نظام انجام می شود و در واقع تغییر رفتار نظام و تغییر نظام فرقی نمی کند. با هنر افزود: جنگ رسمی علیه ایران از طریق وزارت خزانه‌داری آمریکا آغاز شده است. جمعی از متقاضیان مسکن فرهنگیان زنجان در اعتراض به تحویل ندادن خانه‌هایشان پس از 12 سال در مقابل ساختمان قضایی آخوندی در این شهر تجمع کردند. همچنین در ورامین کارگران کارخانه شیره وارنا برای چندمین بار در اعتراض به پرداخت نشدن 4 ماه حقوق عقب افتاده تجمع کردند. ماموران جنایت پیشه نیروی انتظامی صبح امروز جمعه با پرتاب سنگ به خودرو حامل گازوئیل و واژگون کردن خودرو، دو هموطن بلوچ را در لیدف در توابع جاسک به قتل رساندند. این دو هموطن بلوچ رامین گرگیج 26 ساله و راشد بلوچ 25 ساله بودند. به گفته شاهدان، ماموران پس از این جنایت از صحنه گریختند. تشکر میکنم از همراهی شما با این بخش خبری. خدا نگهدار.